نقبی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاه در حراس از بازرسی مراکز نظامی رژیم که مشکوک به فعالیت‌های اتمی هستند گفت ما تحت هیچ شرایطی تن به بازدید طرف خارجی از مراکز نظامی را نمی دهیم. مراکز نظامی ایران هیچ ارتباطی با تاسیسات هسته ندارد. درهای مراکز نظامی ما به روی نامحرمان همیشه بسته خواهد ماند. سایر مهره ها و رسانه رژیم نیز همچنان حراس حکومت آخوندی را از گیر افتادن رژیم آخوندی در تله برجام و باطلاق زهر اطومی ابراز می گزارش میبینیم در این رابطه. نظام با برجام مانند آدمی معلق میان آسمان و زمین. معلق میان آسمان و زمین این توصیف رسانه های حکومتی از وضعیت نظام در پرونده برجام است. یک سایت حکومتی نوشته است دو برداشت محتوایی 100 درصد متفاوت از متن توافق هسته‌ای باعث شده تا وضعیت برجام چنین باشد لغو یا تعلیق تحریم های اقتصادی و بازدید از هر مرکز نظامی و غیر نظامی از سوی بازرسان آژانس که از سوی نظام رد می شود. مسئولین و دستندرکاران تیم هسته اعتقاد دارند که چنین بندهایی در برجام وجود ندارد. آمانو گفته است آژانس بر اساس مفاد برجام حق بازرسی از هر مکان نظامی و غیر نظامی را دارد. ضعفی که برجام دچار آن است باعث شده تا نظام به طور کامل به حق خود نرسد. ایراد و اشکال از رسانه های داخلی هم نیست. هر آنچه که آمانو بر زبان رانده ترجمه شده است. شاید بخشی از مشکل مسئولینی باشند که در توافق هستهی نقش داشتند اما ارتباط نزدیکی با رسانه های داخلی ندارند. مسئولین تیم ای و دستن در کاران مذاکرات از زمان آغاز تا به نتیجه رسیدن و حتی پس از اجرای برجام چه اندازه با رسانه های داخلی نشست و برخواست داشتند و چقدر آنها را درباره برجام آگاه کردند تا بتوانند افکار عمومی را درباره برجام و نتایج آن آگاه کنند. از سوی دیگر پاسدار جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح رژیم با لاپوشانی نگرانی رژیم از موضوع مکمل برجام گفت کسانی که از مکمل برجام حرف میزنند بدانند مکمل برجام همانا اجرای تعهدات از سوی آمریکا و سایر کشورهای مذاکره کننده است مکمل برجام قبلا توسط سخنگوی وزارت خارجه فرانسه به عنوان وارد کردن موضوع موشکی در برجام مطرح شده بود اظهارات پاستور جزایری در حالی است که کیهان خامنه‌ای پرده از شکاف جدیدی در درون رژیم برداشته و از جمله نوشته است تمام حیاهوهای رسانه ای آنها علیه برجام برای گرفتن امتیازهای بیشتر از نظام است که قرار است در مکمل برجام بگیرند. لذا اکنون با سخن گفتن از مکمل برجام هم دوم خروس آنها از پشت وعده پاره کردن برجام و هم دست چودنیشان از پشت دستکش مخملی نمایان شده است. هدف اصلی آمریکا افزایش فشار بر نظام با استفاده از خلل و فرج برجام با عنوان مکمل برجام است که بر قدرت دفاعی ما متمرکز خواهد بود و این همان برجام دو است که رئیس جمهور قبلا از برجام به عنوان الگویی برای مذاکره در خصوص مسائل منطقه از آن یاد می کرد. باید گفت پیشنهاد مکمل درمانی برجام را برای زنده نگه داشتن برجام دادند و برخی خبرهای محرمانه و تحلیلها حکایت از این دارد که پیشنهاد مکمل درمانی برجام توسط برخی لابیهای ایرانی به طرفهای غربی داده شده است که در این مورد باید منتظر شفافیت بیشتر و انتظار خبرهای مووسقتر باشیم. آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه برنددار ایشان اولا باید به طور سریح و شفاف بفرمایند مواضعشان درباره مکمل برجام و اتهام آمریکا مبنی بر نقض برجام از سوی نظام چیست باید قول دهند وارد بازی خطرناک مکمل برجام یا برجام دو نشوند